امروز اومدیم مقایسه کنیم ببینیم ترکیه بهتر بود یا ایران. سوال خیلیاتون. سلام بچه ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز دوباره برنامه داشتم واسه بیرون رفتن، یه مهمونی دعوتم شب، گفتم در حین آرایش کردن، چون دیده بودم که خیلی ویدیوهای باحالی میشه اینکه در حین آرایش کردن حالا بشین صحبت کنی. بچه من نمیخوام ادای کسی رو در بیارم، لطفا نه این کامنت بزنید داری ادای فلانی رو در میاری، میخوای مثل این باشی، میخوای مثل اون باشی. نه، قرار نیست همیشه محتوا جدید باشه. من دیدم یه نفر حالا در حین آرایش کردن ویدیو میذاره و ویدیوهاشو خیلی دوست دارم و خودم هم دنبال میکنم اون آدمو، چون از ویدیوهای اون فرد خوشم اومد، گفتم یکی دو تا هم واسه شما بگیرم در حین میکاپ کردنم. خیلی تو ازم پرسیده بودین که تو استانبول زندگی قشنگ تر بود، زندگی بال تر بود یا توی ایران، از کدومش بیشتر راضی؟ خب هر کدومش یه خوبی جدا داره یه بدی داره، نمیتونیم بگیم شبیه به هم بودن. من زندگی که توی استانبول داشتم خیلی فراز و نشیب داشت، میدونی، خیلی پستی بلندی داشت، خیلی ضربه ها داشت، خیلی خاطرات قشنگ داشت، ولی اینکه مثلا تنها بودم خیلی بد بود دیگه. اینکه واقعا مجبور بودم تنهایی مثلا همه این روزا رو بگذرونم. اوکی، رفیق داشتم، دوست داشتم، اما اینکه خانوادم نبودن خیلی واسم سخت بود شرایط. یه روزایی بود که خیلی دلم میگرفت، خیلی مثلا پا میشدم میدیدم مامانم پیشم نیست، خودم مجبورم غذا درست کنم، خودم مجبورم خونه رو تمیز کنم. مستقل بودن خیلی سختی ها داره، خیلی 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 سختی ها داره واقعا، هر کسی ها پسش بر نمیاد. حتی یه مرد میتونم بگم، یه مرد تا یه جایی میتونه مثلا با این شرایط کنار بیاد، خیلی هم نمیتونن. واقعا من خیلی از آقایون رو میبینم که هنوز با خانوادهشون زندگی میکنن و فقط سر این که مثلا نمیتونن باش مستقل بودن کنار بیان، نمیتونن خودشون از بس کارشون بر بیان. خیلی بده به نظر من، هر آدمی باید مستقل بودن رو تجربه کنه و میدونی این مستقل بودن آدم رو بزرگ میکنه، این باعث میشه پخته تر بشه آدم، یه سری تجربه ها مثلا کسب کنه. خب من دو سه تا چیز بود که همیشه بهشون میخندم. یکی توی استانبول که بودم، خب مثلا راه درآمدیم اینا همش از خودم بود، مامانم اینا خیلی مثلا کم پیش می اومد ساپورتم کنن و واقعا خودم البته بهشون نمیگفتم. اکثر موقع بود میرفتم اون خرید کنم، میدونی می‌خواستم مثلا یه لباسی بخرم حالا یا یه مواد غذایی، نگاه میکردم مثلا هر چقدر بود، خب بلیر بود اکثرا دیگه، همشون بلیر بودم، مثلا گفتم فلان قد لیر مثلا 1000 لیر اوو میشه 2,500,000، خیلی مثلا اوکیه، این با این قیمت خیلی اوکیه. مثلا میگفتم خیلی گرونه، نمیارزه. این عادت همه ایرانیایی بود که مثلا توی ترکیه یا حتی همه کشورهای دیگه که خارجی ان زندگی میکنن، عادتشون اینطوریه. اینجوری که من دیدم پولا رو توی فکرشون چنج میکنن، تبدیل به پول تومن میکنن و میگن مثلا او اینقدر اصلا ارزش نداره. روزی که اومدم ایران، یعنی از روزی که اومدم ایران، اینطوری بگم خیلی بهتر، از روزی که اومدم ایران هر جا میرم خرید کنم، حالا چه خوراکیه چه لباسه هر چی که میخواد باشه، یا اینجوری میکنم یه تومن میشه 500 لیر، او خیلی خوبه، هیچی نیست. بعد خودم به کارهای خودم خندم میگیره، میگم چرا باید اینطوری باشه؟ اونجا بودیم مثلا پولا رو همیشه تبدیل میکنیم به تومن، اینجا این پولا رو تبدیل میکنیم به لیر، دلیلش چی میتونه باشه؟ خلاصه که ترکیه یه سری چیزای یه سری قانونا داشت که خیلی باحال بود به نظرم، خودش خیلی قانونای خفنی بودن، دوستشون داشت. قانون که دارم میگم این نیست نمیخوام وارد سیاست شم، نه اصلا ربطی به من نداره. قانون که میگم یه سری برخورده، یه سری رسیدگی به کارا و اینا رو دارم میگم. مثلا ترکیه هر جور دوستشی لباس میپوشیدی، من خیلی کم پیش میومد خدای لباسای بزلختی اینا بپوشم، خیلی کم پیش میومد. و مثلا یکی از چیزاشون این بود، خوبیاشون یه لباسی میپوشیدی دوستان بودن دیگه، مثلا یارو نیم تن و شورتک میپوشید لخت، خیلی آزاد، خیلی اوکی فلان، میرفت بیرون. ببین هیچکی به نمیگاش اینجوری نگاش کنه، هیچکی واقعا هیچکی اجازه اینو نداشت که نگاش کنه. مردمش فرهنگشون خیلی فرق داشت. حالا ایرانی‌ها مثلا، ایرانیایی که مثلا اونجا بودن، چرا
ایرانی ها نسبت به این ایرانی هایی که اینجوری لباس می پوشیدن، مثلا لباسشون باز بود، خیلی آرایش می کردن. یا نگاه می کنم گوهه بچه هایی بدتر این تیکشون رو می انداختن، اون بی فرهنگ بودن رو نشون می دادن. ولی کسایی که مثلا مال کشورهای دیگه بودن، آدم های خارجی حساب میشن، یاره آدم خارجی اصلا نه نگاه میکردن نه حرف میزدن، هیچی اصلا کاری با نداشتن. چرا؟ اصلا خوبیش این بود، یکی خوبیایی که اونجا داشت این بود، آزادی داشت. آزادی به چی میگن؟ به امنیتی که اونجا داره میگن آزادی. یعنی اینکه من توی خیابون یه شیشه مشروب دستم بود همیشه، چیزیه که آزاده اونجا. ایش چه مشروب همیشه دستم بود، خیلی اوکی واسه خودم، تو خیابون خواستم مشروب بخورم. چرا مثلا نصف شب که میشد یکم حساس میشدن پلیساش، یکم گیر میدادن مثلا نسبت به روز. چرا توی روز من خیلی مثلا واسم پیش اومده که اونجا حالا دستم بوده، من مشروب خور نبودم. خب خدای مثلا اینجوری نبود بگم مشروب خور چیز بودم، نه اصلا. من ودکا ویسکی اینا خیلی کم پیش میومد بخورم، ولی مثلا آبجو چرا؟ آبجو من هر روز مثلا میخوندم یکی دوتا، اوکی بود واسم، خیلی هم دوست داشتم. مثلا میرفتم بیرون اینجوری بود که تو خیاب، خب اونجا هم البته مثلا بیرون خاصی که میگم نداشت، چون مثلا من ماشین نداشتم. بیرون که میگم میرفتم بیرون، بیرونم در حد یه بازار و مثلا یه فضای سبزی، نمیدونم، در حد یه چیز خیلی معمولی بود بیرونم، یه خریدی بکنم و برگردم خونه. حالا شب و چرا با دوستام نایت کلاب میرفتیم، نمیدونم میرفتیم تاکسی میچرخیدیم واسه خودمون، چون خونه هم یکم تاکسیم دور بود، مثلا شاید خیلی هم کم پیش میومد برم. تاسفانه یه روز که رفتم یه اتفاقی واسم افتاد که بهتونم گفته بودم، بهم یه حمله ای شده بود که خیلی کم پیش می اومد برم اونجور جاها، جایی که خیلی تروریستی بود و خیلی مثلا هر نوع آدمی توش پیدا می شد و نمیدونم امنیت نداشت و اینو نمی رفتم. نه فقط من دوستان هم نمی رفتم، ولی توی ایران متاسفانه اونطوری نیست. توی ایران هر آدمی نمیتونه، یعنی هیچ آدمی نمیتونه. توی ایران اینه که کسی حق حمله بهتون نداره جز خود پلیس. حالا کاری به خود پلیس ها نداریم که مثلا خیلی تاسفانه وحشی شدن و دارن به جوون همون رو میکشن، ولی جز پلیس ها اصلا چرا دزد داریم؟ اونم به خاطر مثلا اون دزدی که میگم، تاسفانه به خاطر کمبود جامعه هستی که به خاطر فقر فرهنگی و فقر مالی اون این جامعه هست مثلا. ولی خب ایرانی هن، میدونی خارجی نیستن، میتونی پیداشون کنی. مثلا یه عرب به حمله میکرد یا یه دونه ترک هستن به حمله میکرد، چی کام خواستی بکنی؟ هیچ. اخصوصا خود ترک ها که دیگه اونجا کشورشون بود دیگه، واقعا هیچ کاری اتسا آدم بر نمیاد، واقعا هیچ جوره نمیتونستی کاری کنی. چرا میتونستی بری شکایت کنی فلان؟ اونم بازم میدن تو یوانجی و خارجی و مثلا یه ترک اومده به حمله کرده، زیاد اصلا اهمیتی بهت نمیدادن. و ترکای استانبول، خود ترکا به نظر من، واقعا نمیخوام توهین کنم به کسی، بچه جدی دارم میگم، نمیخوام به هیچ فرقی توهین کنم، نجات پرستم نیستم، نمیدونم هیچ دشمنی هم با کسی ندارم، ولی اونایی که تو ترکیه زندگی میکنن میدونن که کسکشتر از ترکای استانبول خود ترکان. خب واقعا خیلی آدم های دور از جون شما حروم زاده ای هن، خیلی آدم های لاشی هن، واسه شون مهم نیست تو کی هستی، فکر خودشون هن، فکر درآمد خودشون هن، فکر پول خودشون هن، اصلا اهمیتی نمیدونم اینکه تو کی هستی اصلا. یارو مثلا میری ازش خرید کنی، یه وسیله ای هست مثلا قیمتش شاید بگم نهایت دیگه خیلی بهش فشار بیای 100 لیر باشه، ازت میپرسه اهل کجایی فلان، سمت میگه اهل کجایی، خدا نکنه غیر از استانبول یا ترکیه کشور دیگه یا بگیم، اون جنس 100 لیری میشه 100 دلار. شکست بچه، شکست. آره دیگه، اینا اصلا خیلی بده به نظر من، خیلی میتونه به آدم ضربه بزنه به رویتی. بعد من به هر کی میگفتم مثلا تنها اونجوزو نگیم تعجب میکرد، مثلا یه دختره این سن تنها فلان،
نه آره خوب به خدا هیچ مشکلی نداره، ولی میگم یکی از بدیای اینجا اون بود، مثلا با یکی دعوا میکردم تو ایران تو کشور خودم، مثلا با حالا دوستی فلانی دلم از هر کی میگرفت، مثلا مامانم بود میرفتن سرم زشن روشونه مامانم کلی هم گریه میکرد، ولی اونجا نه متاسفانه اینجوری نبود، اونجا تنها بودم، خودم مجبور بودم رو پای خودم وایستم، مجبور بودم خودم واسه خودم گریه کنم. میدونی چی بهت میگم؟ این گریه کردن ذاتم فقط به خاطر این نیست که بگم اشکم بیاد، نه، میگم گریه میکردم به خاطر اینکه خودم به حال خودم میرسیدم، فقط خودم مجبور بودم، مثلا میگم خودم واسه خودم گریه میکردم، یعنی فقط خودم به داد خودم میتونستم برسم دیگه، هیچکی نبود. که بعدش من رفتم این تتومو زدم که معنیش میشه، الان نمیتونم بهتون نشون بدم، این که معنیش میشه هیچکی نبود، خودم بودم، هیچکی هم نباشه خودم هستم. من از روزی که رفتم استانبول، اوکی شاید مثلا بگیم الان یه سری میام میگم او فلان جا که نرفتی، آمریکا که نرفتی، استانبول همین بغله، ولی استانبول همین بغله، خواهشو داری خودت برو، خب خواهشو داری تنها بری برو، مثلا تنها بری استانبول چیه، مسافرت برو، اینا تو خوشو داری بیشتر از یه ماه تنها اونجا دووم بیاری؟ نمیتونی، چون اونجا برادر به برادرش رحم نمیکنه، کشورت مثلا توریستی خیلی کثیفه، کثیفم که دارم میگم از لحاظ خیلی بیماری ها و خیلی چجوری بهت بگم، اینا یه جوری هن به کشورشون میرسن، خب کشور ترکیه خیلی بهش میرسن، رسیدگی بهش مهاجر، کشور قشنگیه، کشور خیلی خوشگلیه، ولی یه بعدی که داره کثیف که دارم بهت میگم هر دنبیله، هر کی از راه برسه میاد اونجا راش میده، مخصوصا بیچاره سیاه‌پوستا، نه فقط اون، همه‌شون کلا سیاه‌پوست، یه بوی خیلی بدی میدادن، و موقعی که از اون خونه رفت، من رفتم تو اون خونه، شاید باورتون نشه ریدم، مثلا ریدم و یه خط چیش باز برم درستش کنم، یا میدونی مثلا افغانهایی که اونجا بودن آدم های خدای خیلی خطرناکی بودن، خیلی خیلی خطرناکی، یعنی هر کدومشون یه اسلحه داشتن و مافیایی بودن واسه خودشون خلاف میکردن فلان. جالب اینجا بود مثلا کشور ترکیه نمیدونم چرا باشون هیچ کاری نداشت، و اکثریتشون خیلی پولدار بودن، این دارم میگم خیلی پولدار، یعنی یه چیز عجیب غریب پولدار، که اصلا میشه خانوادگی خیلی عجیبه که اینا چرا انقدر پول دارن، پول از کجا آوردن، این کشور بی قانونی بود، میدونی چی بهت میگم، هر کی هر کاری دلش میخواست اون کشور میکرد، هیچکی هم باشون کاری نداشت، شما چرا اینطورین، ولی میگم نگاه کن مثلا یه طوری بود که گیرشون بیشتر رو ایرانی ها بود، کشور ترکیه بیشتر به ایرانی ها گیر میداد، وگرنه بدی آنچنانی نداشت که مثلا بگی خیلی کشور بدی و فلانه، یکی مردم خودش خود ترکا خیلی مثلا حروم زاده بودن، ترکای استانبول هر فرقه میشد اونجا پیدا کرد، هر آدمی از هر دینی از هر چیز میشد اونجا پیدا کرد، و کشور مثلا آزاد بود که میگم آزاد بود، امنیت چیز نداشت، امنیت فرهنگی نداشت اون کشور دیگه، ولی ایران خیلی کشور خوبیه، من خودم اگه الان که باشه الان بخوام بگم دیگه که بخواست بمیستم برگردم به غربت، اونم تنها توی ایران که میگم نشستم سر درسام درس بخونم دانشگاه و فعالیتم توی یوتیوب خیلی کم شده، بیرون رفتنم کمه، اشغالم کمه، تفریحاتم کمه، دوستام کم شدن، با همه این شرایط بازم ایرانو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی خیلی، میگم الان مثلا اگه این حرفو توی ترکیه میزدم و میذاشتم توی یوتیوب الان گفتن فلان فلان شده تو رفتی و از اونجا داری میگی و ایرانو دوست دارم، من اومدم توی ایرانی که دوستش دارم، پس فکر نکن فقط کسایی که رفتن میگن ایران خوبه و ایران رو دوست داریم و کاشیم نمی اومدیم و اینا، چرا من رفتم ولی برگشتم، چون واقعا هیچ جا ایران نمیشه، و خیلی از دوستام، خیلی از اونایی که مثلا توی استانبول میشناختمشون باشون دوست بودم، رفت آمد میکردیم صحبت میکردیم دارن برمیگردن ایران، یا حتی خیلیشون برگشتن، خلاصه که تو ایران بودن خیلی قشنگه. اگه بلد باشی چطوری زندگی کنی، چطوری پولاتو خرج کنی، چطوری
چطوری مثلا از زندگیت لذت ببری همه جا قشنگه، مخصوصا ایران. واقعا واسه ما ببین ایران زمانی مثلا میتونیم بهش فکر نکنیم که زاده اونجا نباشیم. خب ایران زمانی قشنگی که واقعا زادگاهمون نباشه، ولی ما هر جای دنیا که بریم، هر جای دنیا، هر جای بخوایم بریم، بازم فکرمون پیش ایرانه. ناراحتی ایران ناراحتی ما. خب من شاید روزی که خواستم برگردم فکر میکردم که اوه الان میگیرنم، الان میکشنم، میندازنم زندان، بهم گیر میدن به خاطر حجابم، به خاطر علم، به خاطر بلم. روزی که اومدم خدایش مثلا عکسای کاورایی که گذاشتیم و مثلا ببینین، هیچ کدوم بی حجاب نیستم، هیچ کدوم لباس لختنم نیست، هیچ کدوم لباس باستنم نیست، هیچ کدوم هیچی اصلا. من همچه لباسم پوشیده بوده، هر وقت میرم کمالا شاید شال نظرم. ولی ایران خیلی بهتره بچه به نظر من. حالا هرکی نظر خودشو داره، شایی که داره تو کالیفرنیا زندگی میکنه از زندگیش راضیه، یکی که داره تو استانبول زندگی میکنه از زندگیش راضیه. منم از زندگیم تو ایران خیلی راضیم و خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو با همون بودین. آها راستی بچه ها، اینم بذارین آخر ویدیو هم بهتون بگم. من یه کامیونیتی گذاشتم در مورد ستاره که یه این سوالاتتون رو بپرسیم و اون خانم ما ویدیو رو هم گرفتیم، ولی چون ایشون برگشتن پیش امرتتل ما اجازه نداریم اون ویدیو رو بذاریم. حالا ولش کنیم. یه سریات اومدی گفتی ها کیو شدی، او زایه شدی، او ال شدی، بل شدی. نه من فقط میخواستم شما کمک کنم واسه جواب سوالاتتون که تو ذهنتون هرچی همین. میخواستیم حالا یه مصاحبه‌ای باش داشته باشیم، یه حرفایی رو بزنیم که شما ببینین، مگر نه اگه اینجوری کونه لق شما. من که خودم همه چی رو میدونم، فقط میخواستم با شما در میون بذارم این قضیه رو، با شما اوکی شم، شما صمیمی شیم با هم. ولی وقتی میبینم آدمای کونه پر روی هستین، آدمایی هستین که نمک نشناسین، خب مثلا یا این حرف خودتون رو میزنین، حالا توهین خودتون رو میکنین، منم مثل خودتون با تون رفتار میکنم. هیچ اهمیتی نمیدم شما دوستم دارین یا نه. چرا اونایی که دوستم دارن خدای خیلی لذت میبرم از حرف زدم باشون، خیلی دوستشون دارم، خیلی احترام ازشون قائلم. ولی اونایی که دوستم ندارن، اونایی که میان میگن تو اینجوری تو اونجوری، اونا هیچ اهمیتی برای من ندارن. من اصلا چرا باید بهشون فکر کنم؟ نمیکنم. من فقط تلاش میکنم که با شما صمیمی تر شم، شما نزدیک تر شم. منم مثل اوکی بلاگرهای دیگه، حالا یوتیوبرهای دیگه، هر چی شما که میخواین فکرشو بکنین، اسمشو بذارین، من اونم. ولی من بعد کسی رو نمیخوام، من در مورد کسی بد نمیگم، هر کی باید به حق خودش برسه. من اگه اومدم در مورد آقای امیرتتل بد گفتم، بعد نگفتم، حقیقتو گفت. بعد کسی رو نمیگم، همه حقیقتا رو میگم. اگه خواهرم، مادرم، برادرم، پدرم، هر کس طرف من واقعا ببینم مثلا بدی داره، مشکلی داره، میام میگم، به خودش میگم، به آدمایی که دوستش دارن و چشمشون رو اون بدی بستن میگم، میگم آقا فلانی بی‌ناموس، مادر جنده، اینی که میبینید اینجا وایساده، الان مثلا دارم بهت میگم دوستت داره، 2 دقیقه دیگه میرینه بهت. میگه نه من دوستش دارم. خب کونه لقه چی کارت کنم؟ دوستش داری برو همونجا، برو انقدر دهنتو بگاد که بهت بگم دوستت دارم یعنی چی. نه به هر حال اهمیتی بشه میدیم، زیادم ششاره نمی کنم. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.